با نزدیک شدن به روز جمعه پیش رو، یعنی روز انتخابات سراسری در ترکیه، جنب و جوش بین احزاب سیاسی و چه بسا تنش در بین اونها به نحو کم سابقه ای افزایش پیدا کرده. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه و رئیس حزب حاکم، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، در شبکه اجتماعی فیسبوک به پرسش های جوانان طرفدار این حزب پاسخ گفت. به گزارش رسانه های ترکیه بیش از 1 میلیون جوان به طور زنده پرسش های اساسی خودشون رو با نخست وزیر مطرح کردند. احمد داوودوغلو وعده داد در صورتی که حزب عدالت و توسعه بتونه در انتخابات جمعه پیش رو آراء قاطع مردم رو برای تشکیل یک دولت واحد به دست بیاره، کشور رو به حالت آرام قبلی باز میگردونند، امنیت رو در سراسر کشور برقرار میکنند، جوانان رو برای تحصیل به خارج کشور میفرستند و قانون اساسی کشور رو اصلاح میکنند و قانون اساسی مدرن‌تر و به گفته او بهتری رو تدوین خواهند کرد. در مقابل، احزاب ملی‌گرای ترکیه، حزب جمهوری مردم یا اصطلاحاً جهپه و حزب حرکت ملی مهپه، حزب عدالت و توسعه یعنی حزب اسلامگرای حاکم رو متهم می‌کنند به اینکه بانی اساسی تنش و ناآرامی‌های اخیر در کشور هست. به گفته این دو حزب ملی‌گرا، حزب عدالت و توسعه مسیر جمهوری ترکیه رو به سمت بحران و خونریزی کشورهای خاورمیانه تغییر داده. پس از انتخابات 7 ژوئن، یعنی حدود 5 ماه پیش در ترکیه، که حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، با 40.9% آرا نتونست یک دولت واحد رو تشکیل بده و گفتگوها با سایر احزاب هم برای تشکیل یک دولت ائتلافی به نتیجه نرسید، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور، دستور برگزاری انتخابات مجدد رو صادر کرد. پس از 92 سال از نخستین انتخابات در جمهوری ترکیه، این نخستین باری است که در ترکیه انتخابات برای بار دوم تکرار میشه به دلیل اینکه دولت نتونسته تشکیل بشه. در چنین شرایطی ترکیه با تنش بیشتری مواجه شده و اکنون مهمترین موضوع تنش و درگیری لفظی بین احزاب مسئله کردها هست، اختلافاتی که کردها با حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه دارند. حزب دموکراتیک خلق‌ها که دارای 80 کرسی پارلمانی هست، حزب مورد حمایت کردها، سعی داره با تبلیغ علیه حزب حاکم در به دست آوردن آرای بیشتر از علوی‌های ترک و از چپ‌های ترکیه تعداد کرسی‌های بیشتری رو در انتخابات به دست بیاره و حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، با نشان دادن مشت آهنین در مقابل حزب کارگران کردستان PKK، سعی داره که آراء ملیگرایان ترک رو به دست بیاره. این تنش‌ها در بسیاری موارد در حال حاضر در ترکیه با زد و خورد بین کردها و گروه‌های ترک هوادار دولت همراه است. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.